یمن این روزها داره یه سری عملیات ها انجام میده که خب خیلی اون رو فشاری بر اسرائیل میدونن، ولی خب ما شاهد این هستیم که برخی مقامات اسرائیلی و برخی مقامات آمریکایی اقدامات یمن رو به ایران نسبت میدن و برخی تحریم میکنن که این نگرانی وجود داره که به خاطر اقدامات یمن جنگ غزه گسترش پیدا بکنه. میخوام تحلیلتون راجع به این موضوع هم بدونم و اینکه چقدر ما نقش داریم در حملات یمن و اینکه امریکایی ها و اسرائیلی ها هی این نکته رو اشاره میکنن که ایران داره کمک میکنه، ایران میخواد این اتفاق بیفته، چرا انقدر سعی دارن پای ایران رو به این موضوع بکشن؟ خب باز فکر میکنم باید ارتباطش بدیم با وضعیت فلسطین و جنگ غزه. خب به دلیل ناکامی، به دلیل اون شکست راهبردی در مبارزه یا مقابله با یک چند گروه مقاومت در فلسطین، خب رژیم به یک وضعیتی رسیده و امریکا که در کنار رژیم کاملا 100% در 3 ماه گذشته بوده به یک وضعیتی رسیدن که به نوعی فرافکنی دارن میکنن. اما ما به صراحت به عنوان جمهوری اسلامی ایران از روز ابتدای جنگ و عملیات طوفان الاقصا و جنگ علیه غزه تا به امروز اعلام کردیم که این تصور اشتباه رژیم امریکا و برخی کشورهای دیگه مجدد داره تکرار میشه که هر کدوم از این اقدامات گروه‌های مقاومت رو منتسب به جمهوری اسلامی ایران یا منتسب به جاهای دیگه بکنن. این گروه‌ها گروه‌های کاملا مستقل هستند در تصمیم گیری، در اقدام و انجام اقدامات خودشون و چه در فلسطین، چه در لبنان، چه در سوریه و عراق و چه در یمن. و امروز که گروه های مقاومت در یمن برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، برای کمک به فشار بر رژیم جهت توقف کشتار غیر نظامیان، زنان و کودکان دست به اقداماتی میزنه و به صراحت هم خودشون اعلام کردن به عنوان دولت نجات ملی در یمن و گروه انصارالله که ما تنها کشتی هایی رو که به مقصد اسرائیل و به مقصد فلسطین اشغالی باشن یا مالکیت و برای رژیم باشه رو مانع میشیم از رسیدن در مقابل محاصره ظالمانه نوار غزه و ممانعت از رسیدن سوخت، دارو، غذا به 2,300,000 مردم بیگناهی که تحت شدیدترین حملات بودن. این رسما و علنا گروه های مقاومت در یمن اعلام کردند و به نظر میرسه که این سیاست فرافکنی و احاله این موضوعات به خارج از اون چارچوب جغرافیایی و منطق خودش قابل پذیرش نیست و ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران این رو بارها اعلام کردیم.